سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما شرح اسرار الآیات نمط دهم از اشارات و تنبیهات ابن سیناست. یادمون هست که کتاب اشارات تنبیهات یکی از مهمترین کتاب‌های ابن سینا و احتمالاً جزء آخرین آثار ایشون هم هست و این سه فصل آخرش که به عنوان سه نمط ازش یاد میشه جزء مباحث عرفانی هست، منتها رویکرد فلسفی به عرفان داره، یعنی به عبارت دیگه خواسته مفاهیم عرفانی رو استدلال فلسفی براش بکنه. نمط هشتم بحث بهجت و سعادت بود، نمط نهم که زیباترینش بود مقامات عارفان بود و این نمط اسرار الآیات. اما امروز بحث ما ام مراد اسرار آیات قرآن نیست، مراد اسرار آیات طبیعت هم نیست. عنوانش شاید عنوان کمی متفاوتی باشه، کسی نتونه حدس بزنه که ابن سینا چی میخواد بگه. اینجا مراد نشانه های غریبه اولیاء خداست، به عبارتی رازگشایی از خوارق عادات عرفاست. عرفا کارهای ازشون سر میزنه متفاوت با بقیه مردم هست، ایشون میخواد این خوارق عادات رو به نحوی رازگشایی بکنه، توضیح بده که دلیل این کارهای خارق العاده چی میتونه باشه و آیا اصلا ممکن است یا ممکن نیست. بنابراین ما البته اسرار آیات داریم، مثلا ملا صدرا اون کوشش کرده اسرار آیات قرآن رو توضیح بده، ولی این بحث اون مطلب نیست. این حدود 32 فصل داره این نمط. یکی از نکات جالبش اینه که دو فصل آخرش وصایا و نصایح ابن سیناست که بسیار ارزشمنده و میشه به طور کلی این 32 فصل رو به 5 قسمت تقسیم کرد. قسمت اولش بحث امساک در قضاست، کم خوردن عارفان هست، توضیح میده. قسمت دومش قدرت خارق العاده اونهاست که از نمط از فصل پنجم به بعد مهم. طولانی ترین قسمت بحث امروز اخبار از غیب، پیشگویی و خبر دادن از مسائل پنهانی و غیبی است که این حدود 16 فصل رو تشکیل میده. و بعد فصل چهارمش، ببخشید بخش چهارمش، علل و اسباب سایر خوارق عادات هست و بخش پنجمش هم نصیحت و وصیت ابن سینا است. شاید زیباترینش اون قسمت آخر باشه، بخش آخرش باشه، اما در هر کدومش نکاتی قابل توجه یافت میشه. سبقه فلسفی بحث امروز بیشتره که خب من اونا رو نوعاً به خود اختصار برگزار میکنم و کوشش میکنم برای مخاطب عمومی بحثم رو ارائه بکنم، نه اون شکلی که خود ابن سینا بهش پرداخت. در قسم بخش اول که ما 4 فصل داریم بحث کم خوردن عرفاست. مراد از کم خوردن، خب شما در ماه رمضان ممکنه تجربه رو داشته باشید که انسان غذای کمتری میخوره ولی با این همه نشاطش رو حفظ میکنه، شادابیش رو از دست نمیده، ولی عرفا از این هم کمتر میخورن. یعنی اینجوری نیست که فقط توی فاصله مثلا 17 ساعته 15 ساعته چیزی نخورن بعد حسابی برن شکم از غذا در بیارن افطار بکنن. به اصطلاح فرض بکنید شما فقط در روز یک وعده غذا بخورید و اون یک وعده هم در حد مثلا یک بادام باشه یا یک گردو باشه، آیا این اصلا امکان داره انسان به این شکل زندگی بکنه؟ اونم نه یک روز و دو روز و یک ماه، فرض بکنید چند دهه در روز یک وعده غذا بخوره و اون وعده غذا هم بسیار بسیار ناچیز باشه. ایشون این قسمت رو مفاد اختصاص بده به این که بله ممکن است کسی اینگونه زندگی بکند، هیچ آسیبی هم به بدنش نرسد، نه تنها آسیبی نرسد بلکه افقهای جدید معنوی هم برش گشوده بشود. فی‌الواقع بس در امکان عقلی و محال نبودن این است که امساک از غذا اگر صورت گرفت این چه اتفاقی در فی‌الواقع
واقع ادراک انسان و ارتباطش با عالم غیب برگزار میشه. این چهار فصل در این زمینه هست. میگه که سالک، مراد از سالک همین عارف یا صوفی هست، ممکنه به رزق عادی رو کم بکنه، مقدار کمتر از اون مقدار متعارف غذا بخوره. ابن سینا از همون ابتدا تذکر میده بگه اگر شنیدی که عارفی اینقدر کم غذا هست، باور کن و بدان که این خلاف عقل نیست. یعنی انکار نکن، فکر نکن در ظاهر نمیخورد ولی که در پشت پرده میرود و غذایی میخوره. بعد میگه امساک، شروع میکنه چند تا مثال زدن که تقریب ذهن بکنه و ما رو آماده بکنه برای پذیرش این مسئله. میگه فکر نکنید حتما باید عارف باشید تا غذاتون کم بشه. خودتون وقتی که میترسید آیا بیشتر میخورید یا کمتر میخورید؟ البته بعضی ها وقتی میترسن بیشتر میخورن، ولی که غالبا اینه که انسان در حال ترس دیگه اشتهای خوردن نداره. میگه نگاه کن، یک مسئله مهمتره که برات اتفاق بیفته، دیگه شهوت خوردن ازت زایل میشه، دیگه توجهی به این مسئله نمیکنه. مثال دومی که میزنه، اگر انسان بیمار بشه، برخی بیماری های جسمی انسان رو از اشتها میاندازه. پس ممکن است تو بیمار بشی، غذا کمتر بخوری. اگر این امکان وقوعی داره، به همین سبیل هم امکان وقوعی هست که اگر انسان متوجه یک امر متعالی بشود، کم غذا می شود و ممکن زندگیش هم ادامه پیدا بکنه. مثالم که زد اینجا نیومد با ترس مقایسه کنه، با بیماری مقایسه کرد. ترس یه حالت روحی و معنویه، مثل پرداختن به امر غیبی است. لذا هر دو معنوی می شدن. میگه نه، من اومدم براتون یک مثال دادم برای وقتی که یک اشتغالی به یک امر مادی پیدا میکنید، مثل بیماری جسمی، بیماری بدنی، تا شما رو نزدیک بکنم، تقریب ذهن بکنم به حالتی که الان دارم. در فصل سوم میگه نفس و بدن در هم تأثیر میگذارن. مثلا ترس باعث اختلال در شهوت انسان میشه، سیستم گوارشی و هضم غذاش به هم میریزه. خودش هم پزشک بوده، داره مطابق طبابتش صحبت میکنه. نفس در حالی هم از بدن متاثر میشه. امساک از غذا، چه از روی بیماری باشه یا از روی حالت نفسانی از قبیل ترس باشه یا اهداف عالی از قبیل عشق باشه، اینها امری ممکن است. حالا اینا رو مثال زد تو ما رو برسون اتفاقا به این مورد آخری. امساک غذا ممکن است از به واسطه عشق صورت بگیرد. من برای که تقریب ذهنش خودتون بکنم، ببینید در ماه رمضان به خصوص اگه فرشتونی در تابستان باشه، روزه گرفتن سخته، میشه امتحانش کرد. همون کاری که انسان به عنوان روزه انجام میده، اگر عنوان روزه نباشه چقدر سخت در میشه، اصلا نمیتونه غذا نخوره. یعنی صرفاً یک عنوان دیگری که آمده به لحاظ روحی اونو آماده میکنه که از غذا پرهیز بکنه، اما اگر اون عنوان نباشه همچون قدرتی براش نیست. به همین سیاق هم حالا میشه در نظر گرفت که اگر کسی عارف اون هدف عالی رو داشته باشد، امساک از غذا براش میسره، ممکنه، راحته، حتی ازش لذت میبره. رنج که نمیبره هیچی، لذت هم میبره، چون احساس میکنه که محبوب او از این حالت خوشش میآید، یا این امساک از غذا او رو به محبوب نزدیکتر میکنه. فصل چهارم این قسمت میگه که اگر نفس مطمئنه انسان، یعنی بالعالی ترین حالت نفس انسانی، بدن رو ریاضت بده و رامش بکنه، اون وقت قوای نفس به سوی نفس مطمئنه کشیده میشن و قوای نباتی نفس، مثل تغذیه که تغذیه جزء قوای نباتی نفس میمونه هست، این از کار میفته و از کار افتادنش اختلالی به بدن نمیزنه یا خیلی کارش کاهش پیدا میکنه و اختلالی به کار بدن، به حالت سلامتیش نمیزنه. چیز جالبی که تو دوره خود ما اتفاق میفته، این افرادی که در زندان ها برای هیچ راه دیگری نداره اعتصاب غذا میکنه،
اعتصاب غذا هم گاهی طولانی میشه. حالا اعتصاب غذای تر که میتونه نامحدود باشه، اعتصاب غذای خشک یعنی نه آب میخوره و نه هیچ چیز دیگری. خب این اصلا وقتی آدم فکر میکنه میگه مگر ممکن است؟ ولی خب میبینیم اتفاق افتاده، هم تو ایران هم تو غیر ایران انجام شده. یک فرد یک هدف عالی تر داره و به خاطر اون هدف عالی تر پیش میره. حالا اگه در نظر بگیره هدف سیاسی رو برداریم براش یک هدف عرفانی بگذاریم و اختیاری هم باشه، در زمانی که داره کمتر میخوره قوای بدنی تحلیل میره، یعنی برخی از اونچه که بدن ذخیره کرده شروع میشه مصرف کردن. مصرف شدن او باعث میشه که نفس انسانی از اون پرداختنش به تدبیر بدن رها بشه. وقتی به تدبیر بدن نپرداخت، وقت میتونه به امور معنوی بیشتری اشتغال داشته باشه. یعنی این کار کرده امساک از غذا این است. وقتی شکم پر باشه انسان بیشتر بخوره. خب در طعام وقتی اندرون پر از طعام باشه دیگه نور معرفت درش حاصل نمیشه. اما به لحاظ فلسفیشون داره استدلال میکنه که در اون حالت نفس آزاد نیست، اسیر این شکم پر است. وقتی شکم خالی باشه بدن هم داره استفاده از اندوخته های سابقش میکنه، در نتیجه قوه خیال، قوه عقله انسان آزاد میشه و حالا توان پرداختن به امور غیبی و امور معنوی رو داره. براش نه تنها ضرر نمیرسه به شخص عارف، بلکه به یک سکون و آرامش معنوی هم حاصل میشه. با امساک از غذا عارف متوجه عالم قدس میشه، قوای بدنیش هم از اون تبعیت میکنه. یعنی به تدریج یک هفته که گذشت، یک ماه که گذشت، دیگه گرسنه هم نمیشه. مثل شما اواخر ماه رمضان که بشه بدن شما به همون کم خوردن عادت کرده، به کم نوشیدن عادت کرده. اگه اینو بتونی ادامه بدی به تدریج بدنت اصلا با یک وعده غذا در روز عادت میکنه و همون مقدار که تو عادتش دادی ازت میطلبه، نه بیشتر. ایشون ذکر میکنه که عارف میتونه مدت نسبتا زیادی از غذا امساک بکنه و در این زمینه از هر کسی تواناتر. این قسمت بخش اول بود که بحث امساک غذا، که بحث نسبتا ساده. بخش دوم عنوانش میتونه باشه قدرت خارق العاده عارف. حالا بحث فقط امساک از غذا نیست، کارهایی میتونه بکنه که خرق عادته، یعنی خلاف عادته، خلاف سیر طبیعی است که بین مردم جریان داره. کاری میتونه بکنه که دیگرون از انجامش عاجز هستن. این توانایی ها رو ابن سینا میگه نباید انکار کرد. مبدأ نیروهای بدنی روح حیوانیه. این برمیگرده به یه قدرتی است که در اون نفس حیوانی انسان قرار داره. یک عوارضی گاهی وقتا مثل ترس در انسان اتفاق میفته که به این به انحطاط نیروهای بدن انسان میانجامه. گاهی وقتا هم یک عوارضی در انسان اتفاق میفته، انبساط خاطر پیدا میکنه، خیلی شاد میشه، در حال رقابت هست. این هم باعث میشه یک ازدیاد نیروی پیدا بکنه. مثلا شما اگه یک کسی کنارت بدوه، این رغبت پیدا میکنه که بیشتر بدوی، میشه در حالت رقابت. این حالات برای انسان هست. در مورد عارف هم فرد سالک، چون شادیش، انبساط خاطرش، بهجتش به خاطر تقربیست که داره به حق پیدا میکنه، این حالت یک قوتی به اون میده که این قوت باعث میشه که قوای بدنیش بیشتر کار کنه، یعنی شدت قدرت بدنی پیدا بکنه. مثال هایی که زد برای این بود که به ما نشون بده که همونطور که در حال ترس یا در حالت شادی قوای بدنی ما متناسب و حالت روحی گسترش پیدا میکنه. مثلا در حال ترس شما اگه سرعت دوت مثلا 20 کیلومتر در ساعت بوده، در زمانی که میترسید چیز دنبال سرته میبینی دو برابر اون دویدی، در حال عادی همچه کاری نمیکردی. این نشون بعد خود این مثال میزنه، میگه که اون حالت تقرب که برای فرد حاصل میشه به لحاظ روحی، قوای بدنیش رو هم افزایش میده، چون قوای بدنی تابع قوای نفسانی و روحانی انسان است.
و در نتیجه اگر یک انسان عادی مثلا برای حرکت دادن، مثال میزنم، میتونست یک وزنه مثلا 50 کیلویی رو حرکت بده، این فرد با این قوه روحی که داره میتونه یک وزنه بلند سنگین تری رو حرکت بده. گاهی وقتا شما در حال مرتازان، مثلا مرتازان هندی رو نوعا شنیده میشه، میگه با قدرت چشمش مثلا این قطار رو متوقف کرد. اینا رو که داریم میخونیم امکانش هست، یعنی اینا رو نمیشه انکار کرد، امکان وقوعیش هست، میشود کسی به لحاظ قدرت روحی و بدنی به این مراحل برسه. حالا درست یا غلط بودنش مسئله نیست، ما فعلا داریم از امکانش صحبت میکنیم. ابن سینا میگه اگر چنین چیزی شد متوجه بود. مثالی هم که میزنه نصیرالدین طوسی تو همینجا مثال به امام علی میزنه و فتح قلعه خیبر، میگه من در قلعه خیبر مطابق تواریخی که ما داریم در خیلی سنگینی بوده و در حالت عادی مثلا یک نفر نمیتونسته این رو حرکت بده و از جا بکنه. جمله‌ای که از امام علی نقل میشه میگه که من این در رو به قوت جسدی نکندم، این رو به قوت الهی کندم. حالا نصیرالدین طوسی این رو مثال میزنه، میگه اتفاقا مثال ما همینه که شما میتونید به لحاظ روحی به قوتی برسید که در نتیجه قوای بدنیت هم افزایش پیدا بکنه، همچو اموری که در حالت عادی از شما بر نمیاد از شما صادر بشه. بیشتر از این توضیح نمیده، صرفا بس امکان بود نه چیز دیگه. اما بخش سوم که حدود 16 فصل این نمط رو در بر میگیره، این اخبار از غیبه، یعنی خبر دادن از غیب. توجه بکنید ادعای ابن سینا این نیست که انسان ممکن است به جایی برسد که از همه چیز غیب مطلع بشود. او ممتنع است، یعنی برای ما به عنوان انسان احدی همچه ادعایی ندارد. بحث اینه که ممکن است به جایی برسیم برخی اخبار غیبی رو ما ازش مطلع بشیم، به گوشه از غیب، یعنی عالم نادیده، عالم پنهانی یا عالم باطنی مطلع بشیم. با این شروع میکنه، میگه اگر شنید که یک عارفی از غیب خبر میده یا داره نسبت به آینده بشارت میده یا انذار میده، این نباید برای تو مشکل باشه و بگی کی گفت، کی رفته، کی آمده، تو از کجا خبر میدی و بلافاصله انکار بکن. چرا؟ میگه کلن اصلا من بحث خرق عادت رو که به کار میبرم، واقعش اینه که برای عرفا این خرق عادت نیست، این عین عادت است. عارف کسی است که از این مرحله بالاتر رسیده و اون علت رو میبینه، توی عادی این علت رو نمیبینی و میپندارین خرق عادت است. لذا میگه من با این توضیحاتی که دارم میدم میخوام اثبات بکنم که خرق عادتی در کار نیست، عادت هست، منتها مطابق مرحله معرفتی که انسان ها هستند این رو باید تعریف کرد. برای کسی که تو مرحله پایینه خرق حساب میشه، برای کسی که در مرحله بالاتر هست این عادت محسوب میشه. دو تا به اصطلاح شاهد رو برای مدعای خودش میاره. مدعا این است که اگر کسی به اصطلاح عارف واقعی شده باشد میتواند پیشگویی بکنه، میتواند بخشی از غیب را از او اطلاع پیدا بکند. چقدر نمیدانیم، میشود همچو چیزی باشه. میگه یکی تجربه، یکی قیاس. منظورش از تجربه این است که هم خودم این رو شاهد بودم، مشاهده کردم، هم شما میتوانید این رو مشاهده کرده باشید یا شنیده باشید. فراوان انسان چیزهایی میشنوه، بحث از خرافات هم نیست، یعنی بحث دقیقا از کسانی چیزی رو میشنوه که بعدن اتفاق میفته. و قیاس این استدلال، میگه من استدلال عقلی هم برای زمینه دارم، استدلال عقلی بر امکان وقوعیش نه بر چیز دیگه، یعنی میشود کسی مطلع شود از همچو اموری. این رو در این حد میگه. مثالی که میزنه به عالم خوابه، میگه که هر کدام از شما یا خودتون خواب دیدید یا حداقل از کسی که خواب دیده شنیدید. مرادم از خواب رؤیای صادق،
دو گونه رویا داریم، یک رویا از پوری شکم هست و موارد دیگه که همونی که تو روز دیدیم به اصطلاح میشنویم، این مراد همچون رویایی نیست. گاهی انسان یه خواب میبینه مثل خواب حضرت ابراهیم، یا خودش میبینه یا میشنوه و بعد آنچه که در خواب دیده اتفاق افتاده. بسیار بعید میدونم شما هیچ نه برای خودت اتفاق افتاده باشه نه هرگز از کسی رویای صادق شنیده باشه. لذا حرف ابن سینا درسته، میگه که این تجربه است، بعدم تجربه رو میگه یا خودت این خواب رو دیدی یا از دیگری شنیدی، رویای صادق هم هست بعد اتفاق هم افتاده. این یک مورده. یکی دیگه هم میگه اگر همچو چیزی در عالم خواب ممکن است، چرا در عالم بیداری ممکن نباشد؟ ما در خواب چه اتفاقی برامون میفته؟ ببینید در خواب بدن این قوای حسی مشغول میشه، نه شما میبینی نه شما میشنوی، نه فرض میکنید قوه لامست کار میکنه نه قوه شامت کار میکنه، هیچ قوای ظاهری کار نمیکنه. وقتی قوا نفس از عمل قوای حسی ظاهری آزاد شد، حالا نوبت میرسه به چی؟ حس باطن، حس مشترک و قوه خیال. قوه خیال وقتی میتونه کاری بکنه که مشغول حواس ظاهری نباشه. این در شب اتفاق میفته، برای همه اتفاق میفته. پس شب ما آزادیم، یعنی قوه خیال ما شب آزاده که خواب ببینه به اصطلاح. حالا اگر یک کسی در روز به شکل ارادی خودش رو از مسائل حسی رها کرد، مثل اون امساک غذایی که توضیحش داد، در این صورت قوه خیال خودش رو، قوه متخیله خودش رو آماده کرده برای این که به جایی برود چیزی رو ببیند که در حالت عادی نمیتوانست ببیند. این با اینجا ایشون شروع میکنه. میگه گاهی وقتا هم ما نمیتونیم به این عالم دست پیدا بکنیم، به غیب دست پیدا بکنیم، چون موانعی در سر کار ما هست. خب این موانع رو میتونیم برش داریم، توضیحش رو خواهد داد. میگه البته به شرط این خواب انسان میبینه که مزاج فاسدی نداشته باشد. حالا به طب قدیم اگه مزاج معتدل باشد این خواب رو اتفاق میفته. ضمناً حالا در ادامه توضیح بیشتر خواهم داد، ما خواب زیاد میبینیم اما خواب به یادمون نمیمونه. بحث در مورد خوابی است که به یاد میماند، نه خوابی که دیدیم و اصلا از ذهنمون هم پدیده رفته. بعد وارد این نکته میشه که جزئیات در عالم عقلی به وجه کلی هستند و در عالم خیال اینها به شکل جزئی هستند. یه بحثی است که شما مثل بحث مفاهیم را که تصور میکنید، مثلا مفهوم اسم مثال میزنم، این تو ذهن شما در قوه ناطقه شما این اسم نیست، یه اسم خاص نیست، یک مفهوم کلیست، ولی تو قوه خیال میتونه کاملا یک امر متشخص و جزئی و خاص بشه. تفاوت عالم خیال و عالم عقلی سر اینه که در عقل کلیاته، ولی در قوه متخیله دقیقا میتونه جزئیات هم باشه. شما توی خواب کلی رو میبینی یا جزئی رو؟ برای که مدرس کاملا ملموس باشه تو خواب جزئی رو میبینیم، حتی میتونه رنگ داشته باشه، میتونه خود همون فردی باشه، یک فرد خاص باشه، یعنی دقیقا میتونیم مشخصا ببینیم همین فردی رو که مورد نظره این اتفاق خوب یا اتفاق بد براش افتاد. بنابراین این همون جزئی رو میبینی، کار قوه خیال انسانه میکنه، این کار قوه عاقله نیست. این میتونه با درک زمان و مکان همراه باشه و هر دو تو عالم نفس انسان، هم کلی هم جزئی، کلیش در عالم عقل و جزئیش در عالم تخیل وجود داشته باشه. بنابراین این ارتباط اگه برقرار شد، به شکل قیاسی، به شکل استدلالی میتونیم بگیم که ما ابن سینا استدلال کرد بر امکان اطلاع از امری که لزوماً محسوس نیست. و اون چی هست؟ حالا یا امر معقول است یا امر متخیل است. و
برای نفس انسان به نظر ایشون این امکان هست که نقش عالم قدس رو، عالم غیب رو بر حسب وجود استعداد خودش و زوال مانع در قوه متخیله خودش بازسازی بکنه. قوای نفس انسانی همدیگه رو جذب میکنن، با همدیگه درگیری دارن. لذا فرض کنید موقعی که انسان قوه غضبیش گل میکنه، در همون حالت قوه شهوانیش ممکنه مقابلش نتونه عمل بکنه. وقتی انسان میترسه قوه تغذیهش عمل نمیکنه، که این مثالش رو زدم. منتها اگر یا موقعی که آیا انسان موقعی که غذا میخوره میتونه درست فکر بکنه؟ میگه بستگی به نفس شما داره. ممکن اگر نفس بسیار قوی باشه در حال تفکر هستی، در عین اینکه فکر میکنی غذا هم میخوری، البته نمیفهمی چی میخوری، میفهمی داری چی توی ذهنت مسئله حل میکنه، مسئله ریاضی رو داری حل میکنی، در این حال غذا رو یا قاشق رو بر میداری، گاهی وقتا مثلا ظرف تموم شد تو داری قاشق رو میزنی، این اصلا حالت نیست داری چه کار میکنی. میگه اگر قوه نفس قوی باشه ممکنه همزمان شما چند کار مختلف انجام بدی. و مثالی هم که میزنیم ظاهرا ما هم کارا میکنیم دیگه، به خودمون مراجعه بکنیم، وجود داره. قوای حواس ظاهری سست و ضعیف میشن، و اما هرچه نفس قوی بشه میتونه اونها رو بیشتر به خدمت بگیره و ازشون استفاده بکنه. بعد وارد یک عنوان دیگه میشه به نام حس مشترک. حس مشترک، ما همه حواس ظاهریمون هرچی از اونها گرفتیم مثل جویهایی هست که به یک حوض میرسه. وقت اون حوض این حس مشترکه، یعنی من مثلا بیناییم، شنواییم، چشاییم، بوییم و بصاریم، اینها همه میره. شما مثلا یک چیز جدید رو که میبینی میبوییش، دست میکشی بهش، میبینیش، میشنویش، اینا یه جا باید ترکیب بشه. اونجایی که ترکیب میشه بهش میگه حس مشترک. اون وقت اون صورتی که تو حس مشترک هست، تا زمانی که من میبینم میشنوم، خب اون محض، اون دیدنی یا شنیدنی وجود داره. حالا اگر چشمم بستم آیا هنوز اون صورت رو من میبینم یا نه؟ توی حس مشترک یک زمانی طول میکشه تا صورت از دست بره. یعنی چشم رو که بستی، گوش رو که گرفتی، بینیت رو که گرفتی، توی حس مشترک هنوز اثری از اون شی وجود داره، تو مشاهده میکنی. عین این که وقتی چشمت باز بود اون شی رو میدیدی، مشاهده میکردی، وقتی چشمت رو ببندی تو حس مشترکت اون رو میبینی، دقیقا مشاهده میکنی. بعد یه مرحله که بالاتر رفت میگه که شما اگر به قوه متخیلت هم مراجعه بکنی، ببینی یک اموری رو مشاهده میکنی، مشاهده اون امور جزئی توسط قوه خیال، همون شیوه اطلاع ما از غیب است. این استدلالی که ایشون اینجا ذکر میکنه، میگه که مثالی هم که میزنه، یه مثال میزنه در مورد بیماران روانی. میگه که اینها دارن از یک چیزی میصحبت میکنن، میبینه. یعنی پزشک روان پزشک وقتی با او صحبت بکنه، اون داره از یه چیزی میترسه، یه چیزی داره، یه چیزی میخنده، خوشحالشه، خوشحال میکنه اون. و این چیز وهمی نیست، بیمار او رو واقعا میبینه. کجا میبینه؟ ابن سینا اینجا داره تحلیل میکنه، میگه اون نمیتونی متهمش بکنی که یک چیز معدوم رو داره میبینه، میترسه یا خوشحال میشه، واقعا داره میبینه. کجا میبینه؟ یا تو حس مشترکشه و رفته تو قوه خیالشه، او تخیل میکنه و در نتیجه صورت رو در قوه متخیلش میبینه، یا خوشحال میشه یا میترسه یا گریه میکنه یا کار دیگری میکنه. میگه شما بیمار روانی رو بردار، یه انسان عادی سالم رو بذار جاش، اونم اگر تو قوه متخیلش همون صورت رو توانست بازسازی بکنه، خب اونم دقیقا مشاهده میکنه، میبینه. بعد میگه که حالا چیا میتونن تو قوه متخیله انسان تأثیر بگذارن؟ گاهی وقتا
عقل باطنی میتونه بکنه، گاهی وقتا وهم باطنی اون کار انجام میده. در حیوانات قوه واهمه چنین میکند، در انسان ها قوه عاقله این کار رو انجام میده. دوباره نقد میزنه به عالم خواب. اتفاقا جایی که میره سراغ اون آدم احساس میکنه بیشتر متوجه میشه. میگه شما توی خواب خیلی راحت تر به غیب دسترسی پیدا میکنه. خواب حس ظاهر رو از کار باز میداره. یعنی شما وقتی میخوابی این بدن شروع میکنه چیزی که خورده رو هضم کردنش، دیگه نمیشنوه، دیگه نمیبینه، دیگه بینیش کار نمیکنه، هیچ کدوم از حواس ظاهر کار نمیکنه. بدن داره استراحت میکنه. میبینی در روز خسته بودی، حالا بدنت داره در خواب استراحت میکنه. یعنی نفس با طبیعت هماهنگ شده. نفس به قول ابن سینا به طور فطری مدیر بدن هست، به سوی طبیعت بدنی هم کشیده میشه. خواب بیشتر به بیماری شبیه به نظریشون تا به صحت. همونطور که در زمان صحت، در زمان بیماری هم بدن داره تحلیل مایتحلل میکنه، یعنی از چیزی که قبلا خورده داره استفاده میکنه. در زمان خواب هم به نظر ایشون همین جوری هست. بالاخره قوه متخیله در زمان خواب بسیار فعاله. در حس مشترک صورت‌های پدید میاد و انسان رؤیا میبینه، خواب میبینه. اگر برخی اعضای رئیسه انسان، اعضای اصلی انسان هم بیمار بشن، که البته قولشون کم اتفاق میفته، اونجا هم قوه خیال قصه خودشو در قضیه خودشو در حس مشترک دنبال میکنه. حالا به اینجا میرسه که چطور این حواس ظاهر و باطن در همدیگه انعکاس پیدا میکنه. مثل دو تا آینه که روبروی هم قرار داده باشیدش که عکس داخل این آینه در اون آینه میفته و همینطور عکسای متعدد. در حس مشترک انسان یک صورتهای مرتسم میشه. اگر نفس قوی باشه در این صورت این قوی خیالش افزایش پیدا میکنه، ازدیاد بیشتری داره، رؤیاهای بیشتری میتونه ببینه. میزان رؤیاهای شما به قوت نفستون برمیگرد. وقتی شواغل حسی کم بشه نفس فرصت اتصال بیشتر با عالم قدس یا عالم غیبی پیدا میکنه. در این حالت نفس آماده میشه که به جای استفاده از حواس ظاهری بره سراغ امور باطنی و امور معنوی و امور غیبی. و اینها در به اصطلاح قوه خیال انسان نقش ببنده. حالا گاهی وقتا اگر این اثری در ذاکره انسان داشته باشه، مثل سخن پیامبران میشه که پیامبر مثلا میفرماد که روح القدس در قلب من دمید، این یعنی در از طریق قوه خیال او چیزی وارد قوه متخیلش شد و او اون رو مشاهده کرد. گاهی وقتا پایین تر از این حد به صورت اشراق خیالی صورت میگیره در حس مشترک و این ارتسامات هم شدت و ضعف داره. گاهی وقتا وسیع تره، گاهی وقتا ضعیف تره. گاهی وقتا فرد صورت رو مشاهده میکنه، گاهی وقتا فقط صدا رو میشنوه، یک هاتف غیبی صدای رو میشنوه و زمانی هم یه خیلی مرحله عرفانی بالا کرسته باشه بهش میگن حالت زینت، و وجه الله کریم میرسه که جامع صدا و تصویر، مثل صوتی تصویری که میشه، هم میبینه هم میشنوه اون جمال حق رو و کلامش رو هم استماع میکنه. حالا یک نکته جالب دیگری میگه که این هم تو عالم خیال هست، هم توی تو خواب هست، هم در بیداری. چه زمانی خواب ما نیاز به تعبیر یا تعبیر و چه زمانی مشاهده ما نیاز به تعبیر یا تعبیر داره؟ گاهی وقتها ما فضایل رو به صورت صور حسنه میبینیم، رضایل رو به صورت صور قبیحه میبینیم. این اتفاق میفته. زمانی هست فرض بکنید ما مزاجمان
به سمت صفرا رفته، زرد میبینیم عالم رو، به سمت سودا رفته، سیاه میبینیم، به سمت بلغم رفته، به سمت های دیگه رفته. اینا متناسب با اینها در طب قدیم رنگ هایی بوده. قوه متخیله باعث میشه که انسان امور که فراموش کرده رو به خاطر بیاره. به هر حال گاهی وقتا شدت ارتسام بالاست و انسان نیازی به تعبیر و تعبیر نداره، مشاهده بالاست، عین مطلب رو میبیند، براش ابهامی ندارد. ولی غالب ایام اون شدت نداره، لذا صورت مبهمی است، نیاز به تعبیر، تعبیر به تعبیر پیدا میکنه. مثل به زبان نمادین داره توی خواب یک صورتی رو دیده، این صورت دلالت بر یک امر واقعی میکند، اون واقع چیست؟ اینه که ممکنه شما یک وقتی خود واقع رو ببینی در خواب یا در بیداری، یک وقتی نماد اون رو ببینی. برای هممون هم این اتفاق افتاده، گاهی وقتا اصلا تعبیر نمیبره، نیاز به تعبیر نداره، چیزی که بعدا اتفاق میفته ما تو خواب یا توی بیداری بسته به حالت عرفانی میبینیم. بسیاری از اوقات هم فرض بکنید یه چیزی میبینیم که بعد یه معنایی داره، این تفاوت میکنه با اون مسئله قبل. حالا آیا تعبیر و تعبیر یکسانه؟ ابن سینا میگه نه، این بر حسب شدت و ضعف، شدت و ضعفی که کسی که رویا رو دیده یا کسی که در بیداری اون مطلب رو مشاهده کرده متفاوت هست. این گونه نیست که یکسان تعبیر یا تعبیر بشه، میتونه متفاوت باشه. ضمناً به شرط این که این در یاد ما باقی مونده باشه، اونطور که اشاره کردم بسیاری از اوقات اینها از یاد انسان میره، لذا بحث ما در مورد رویایی است که به یاد میماند، به ذاکره باقی میماند. حالا الهام، وحی و رویا، اگر اثر غیبی که انسان مشاهده کرده در ذهنش محفوظ بمونه، چه در خواب باشه چه در بیداری، اگر عین اون در ذاکره حفظ بشه، این اثر روحانی الهام، وحی یا رویایی است که نیازمند تعبیر و تعبیر نیست. برای چی؟ برای که صریح، جلی، آشکار. اما اگه اثرش از بین بره، فقط یه حکایتی باقی بمونه، این دیگه تعبیر می‌طلبه. تعبیر و تعبیر به حسب اشخاص و اوقات و عادات متفاوت. ما غالبا اگه ابن سینا نمیگفت تصور دیگری داشتیم، فکر میکردیم که مثلا هر خوابی از هر کسی یه تعبیر خاص داره، یعنی این تعبیر تفاوتی نمی‌کنه. میگه نه، اینها متفاوته، چرا که انتقال تخیلی قوه خیال نیاز به تناسب حقیقی نداره، بلکه تناسب ظنی و وهمی هم در اون کافیه. برای همین که وقتی که این به ادنا مناسبت حکایته، حکایت یعنی یه حاکی داریم یه محکی داریم، این تناسب بینی تناسب ظنیه، تناسب قطعی نیست. وقتی تناسب ظنی بود برمیگرده معبر کی باشه و حاکی کی بوده، محکی چی بوده. اینجا یه نکته میگه که کمی حالا کارو مشکل میکنه. اون نکته اینه که ارتباط با عالم غیب فقط از طریق امور باطنی نیست، گاهی وقتا به واسطه امور راههای طبیعی هم حاصل میشه. مثالی که میزنه که برای من ثقیله، ولی که برحال ابن سیناس اینها رو نوشته، میگه که گاهی وقتها مثلا به ترس زیاد باعث میشه انسان به بخشی از غیب اطلاع پیدا بکنه، یه چیزی ببینه که در حالت عادی نمیدیده. مثاله هم میزنه در دوره خودش که اینها اتفاق افتاد، یا استفاده از برخی ابزار طبیعی. خب اینا باعث میشه که حالا اگه مطالبی که انسان از مرتازان یا امثال هم میشنوه به سادگی قابل انکار نیست، اگر این موارد صحیح باشه. به هر حال میگه که در امکان اینها تأمل است، یعنی میتونه اینها امکان داره اتفاق افتاده باشه. اگر
این احوال که بر انسان عارض میشه نفس انسان بهش اطمینان پیدا بکند. بعد از مدتی به هر حال قوتش هم افزایش پیدا میکنه و باور میکنه این امور رو، بالاخره این روال رو ادامه میده. نتیجه بخش این شد، کمی هم متفاوت بود با عالم معقول و کلن علمی دنیای مدرن، اینه که اطلاع از غیب هم عقلا ممکن است، بخشی از غیب هم به شکل تجربه برای افرادی یا خودمون یا دیگران اتفاق افتاده. حالا من یه تذکری حالا انتهاش میگم که این تذکر خیلی مهمه. بخش چهارمی که ایشون بهش میپردازه علل و اسباب سایر خوارق عادات است. ما یکیش در مورد امساک در قضا خوردن صحبت کردیم، بعدش در مورد قدرت های خارق العاده، بعدش در مورد اخبار از غیب، حالا در مورد سایر خوارق عادات میگه. میگه که همون نکته بود که قبلا اشاره کردم، میگه اینا خرق عادت نیست، شما علتشو نمیدونید، اگر علتش بدونید این عادت محسوب میشه. و این که کسانی که نفس قوی دارن یا این نفس رو تزکیه کردن یا تزکیه نکردن، میگه نفس قوی تناسبی یا استلزامی با مزکا بودن و متقی بودن نداره. اگر کسی نفس قوی داشته باشه و تزکیه هم کرده باشه و این تزکیه رو به حد اعلا رسونده باشه، این همون پیغمبر صاحب معجزه است. پیامبران الهی هم نفس قوی داشتن، هم پاک و پاکیزه کرده بودن، اونم در حد بالاترین حدش. اگر فرد پیامبر نباشه، هم نفس قوی داشته باشه، هم نفسش رو تزکیه کرده باشه، این میشه ولی صاحب کرامت، یعنی از اولیاء صاحب کرامت محسوب میشه. مثلا فرض بکنید برای شیعیان ائمه، برای صوفیان قطب‌هاشون، اینا کسانی هستن پیامبر نیستن اما نفس قوی دارن، نفس پاکیزه دارن و به مراحلی هم پیش رفتن. اما آیا ممکنه کسی نفس قوی داشته باشه و تزکیه نکرده باشه؟ بله. چه اتفاقی میفته؟ هیچی. چون این فردی که دارای قوای نفسانی قوی هست باید ازش ترسید. یعنی این میتونه تصرفاتی رو در طبیعت بکنه و این تصرفات تصرفات خیر هم نیست. فصل 29ش فکر میکنم توجه شما رو تو حدودی جذب کنه، در مورد از ابن سینای فیلسوف پزشک غیر شد، در مورد چشم زخمه. میگه که چشم زخم امری ممکن است از این قبیل باشد. کدوم قبیل؟ ما سنو خوندیم، یکی نفس قوی تزکیه شده در حد اعلا، نفس قوی تزکیه شده، نفس قوی تزکیه نشده. چشم زخم باره سومیه، نفس قوی تزکیه نشده، کسیست که با چشم خودش میتواند تأثیر در غیر خودش ایجاد بکند. این تأثیر هم تأثیر منفیست، منتها با قاطعیت نمیگه، میگه ممکن است از این قبیل باشد، نفی نمی کنه، ممکن است از این قبیل باشد، با قاطعیت نمیگه، چرا که زنیه. فصل سیام و آخرین فصل قبل از نصایحش، قطعا باز برایش همون سوال ایجاد میکنه، ولی خب اینا رو داره یه فیلسوف میگه که خیلی آدم زود باوری هم نیست، توجه بکنید. میگه که این کار خارق عادت سه تا منشأ ممکنه داشته باشه. منشأ اولش از نفوس قوی صادر میشه، بعد یعنی کسی که این خارق عادت رو انجام میده نفسش نفس قوی باشه، این میگه یا صاحب معجزه هست یا صاحب کرامته یا صاحب سره. یعنی معجزش رو خب به عنوان دیندار ما قبول میکنیم، کرامتش رو هم به هر حال یا باید از طریق عرفان یا از طریق مذهب، اینم پذیرفته است. منتها نکته جالبش اینه که سحر رو هم پاش وسط میاره، یعنی عملا نوعی درجه از سحر رو هم ایشون میپذیره، در حد اقل در مورد امکانش، کسی که نفس قوی داشته میشه. ببینید این
افرادی که گاهی وقتا میرن و میگه جن شما رو تسخیر کرده و باید این رو آزادش کرد. بالاخره من از کسانی شنیدم که خیلی آدم های دیرباوری بودن، فوق‌العاده دیرباور بودن و می خود منم باور نمی کردم تا وقتی تو همچون مجلسی حضور پیدا کردم و دستم هم سوخت و دستم به من نشون میداد که هم چیزی اتفاق افتاده. من میتونم بگم من خودم ندیدم، ولی اون که دیده بود به هر حال اینام هست، اینام میتونه وجود داشته باشه. دوم، حوادث معلول اجسام سفلی و عالم عنصری از قبیل شعبده و مغناطیس. ما شعبده بازی رو نوعاً به عنوان نیرنگ بازی میبینیم یا خطای چشم فرض بکنید این رو تعبیر میکنیم. به هر صورت این در کنار مغناطیس قرار داده. مغناطیس الان برای ما خیلی راحته دیگه، اون دوره اینها هم خیلی شناخته شده نبوده و لذا میگه از خواص عالم سفلی عالم پایین هست. و سومش هم حوادث معلول علل سماوی با انضمام استعداد زمینی مانند تلسمات، تلسم شدن و امثال هم. خب همه اینا را اگه ابن سینا نمیگفت بسیار شما را شما جز خرافات میدونستیم، درسته؟ حالا هم ابن سینا که اینا را داره میگه صرفا داره از امکانش صحبت میکنه، میگه ممکن است اینها اتفاق بیفتد، حالا در چه حدی هست اون رو دیگه واردش نشد. البته توی متون دینی هم از اینا میشه پیدا کرد مواردی از این قبیل رو، هم در مورد چشم زخمش، هم در مورد سحرش، هم مواردی از این قبیل رو میشه ذکرش کرد. حالا چون سحر ساحران مثلا مقابل حضرت موسی در نظر بگیریم، اما بالاخره کاری میکردن اینها، یا شعبده بازی بوده یا سحر بوده، ایشون یه بخشی از حقیقت واقعیت رو براش قائل. تا اینجا بحثش تمام شد. حالا دو فصل هم در مورد نصیحت داره. حالا شما اینا رو شنیدید، چون همه دیگه میگه خب تو الان اومدی چی اینا رو چی گفتی؟ که مشتی دکان خرافات رو باز کردی، حالا از فردا این میگه من سحر کردم، اون میگه من تلسم کردم، اون من شعبده کردم و هر کسی همچه ادعایی میکنه. زن باز خودش حواسش بوده. فصل 31ش به این میپردازه که به عنوان دوری از انکار حقایق. این فصل یکی از مشهورترین مطالب ابن سینا است و شاید حالا همه مطالب رو اگه اونا رو هم نپسندید، این یکی اصلا از یه مایه دیگری خیلی حرف حسابیه. میگه که دو تا نصیحت جدی میکنه. این نصیحت رو به هممون، اول به خودم بعدم به شما، هممون انجام بدیم. چقدر چیز مهمه. میگه که اگر هنوز چیزی برایت روشن نشده از انکار او بپرهیز، و اگر دلیل چیزی برایت اقامه نشده از تصدیق او بپرهیز. به عبارتی نه بی دلیل چیزی رو بپذیر، نه بی دلیل رد کن. چرا اینو گفت؟ خب این حرفایی که زد خیلی برای ما غریب بود دیگه. اخبار از غیب، نمیدونم کم بخور، امور به اصطلاح معنوی برات مشخص بشه، خیلی ممکنه انکار بکنن. ایشون میگه که من آمدم امکانش رو برات اثبات کردم. اگر خودت به اینجا نرسی دلیلی بر محال بودنش داری؟ دلیلی بر امتناعش داری؟ تنها چیز را انکار کن که دلیلی بر محال بودن آن داشته باشی. هیچ کدوم ما نمیتونیم این کار بکنیم، نمیتونیم بپذیریم که موردی که ذکر میکنه ما نمیتونیم بگیم ام محال است یا محال نیست، داریم این کار میکنیم. میگه اگر دلیل بر محال بودنش داری این کار بکن. یه اصطلاحی که اینجا به کار میبره اینه که اگر چیزی را دلیل بر محال بودنش نداری، فزر حفی بقعت الامکان، اون رو در محل امکان وقوعی قرار بده. فرض کن واقع میشه. پس چیزی رو رد کن که دلیل بر ممتنع بودنش داری، چیزی رو بپذیر که دلیل بر صحتش داری. یک چیزایی هست نه دلیل بر صحتش داری نه دلیل بر
ممتنع بودنش داری. پس اونها رو جز امور ممکن بدان، امکان وقوعی. همه امور از قسم اول یا دوم نیستن، برخی امور هستن مطمئن هستیم اینها ممتنع الوقوع هستن، بعضی امور هستن استدلال بر وقوعشان داریم، برخی امور هم هستند که در هیچ کدامش دلیل نداریم. میگه اینها رو جز ممکنها در نظر بگیر. اگر کسی رو عمل بکنه خب خیلی چیز مهمی است. این فصل همطور که ذکر کردم خیلی از ابن سینا نقل میشه، این فصل مونده به آخر اشارات در ابن سینا. نهی از چیزی که دلیلی بر محال بودن آن نیست یا انکار چنین امری تصدیق امر بی دلیل، اینها نوعی حماقت است. ابن سینا میگه اگر میخواهی ببخشید احمق نباشی، چیزی را که دلیل بر امتناعش نیست یا دلیل بر صحتش نیست حواست رو جمع بکن، اونها رو ممکن بدان. فصل آخر، فصل آخر فصل کوتاهیه. اینجا میگه که من خیلی چیزها رو براتون گفتم، ولی که اینها رو با آدمهای جاهل، آدمهای پست، آدمهای کم استعداد، آدمهای کم جرأت، آدمهایی که عوام پسندانه حرف میزنن، یا از فیلسوفان ملحد، از طرفداران اونها، با اینا رو مطرح بکن. تو این دوران تالرنس هم سالام هم نبوده دیگه اینا رو ذکر کرده خواجه نصیر. اومده اینا رو 6 دسته کرده، میگه از اینا 5 دستش رو ایشون میگه به کنار، فقط 1 دستش رو قبول کرده. یکی افراد مبتذل هستن، یعنی اونا که قدر فلسفه رو نمیدونن، قدر حکمت رو نمیدونن. آدم های جاهل، اینایی که به ضد معارف حقیقی قائلن، ان شاء الله هیچ کدوم اینا داره جز ما نیستا. افراد فاقد هوش و فطرت کافی، خالی از هر میل و گرایش، نه به حق گرایش داره نه به با، اصلا کاری نداره. مقلدان و دنبال روان ازداد حقایق الهی، تابعان افکار عامه، فرومایگان و مقلدانی که به علوم یقینی جزم ندارند. میگه اینها، اینا من برای اینا درس نگفتم، با اینا در میون نگذارید، فقط به طالبانی که قدر معارف رو میدونن مطالب رو بگید. یعنی به عبارت دیگه این چیزایی که خوندیم به خصوصی تو سنمت آخر مطالب حدودا غیر متعارف، خیلی راحت میشه باش دکونی درست کرد، ادعای عرفان کرد و دکانداری کرد. یادت باشه دو عارف حقیقی هرگز ابراز نمی کند چه دیده است، به کجا رفته است. او داره با یک کس دیگری داره راز و نیاز میکنه. کسی که داره ابراز میکنه بزرگترین علامت این است که اون از عرفان حقیقی بهره ای نبوده. و بعدم تازه میگه این دسته آخر هم کسانی باید باشن که پاکی تینت داشته باشن، درست کار باشن، از گمراهی و لغزش احتراز داشته باشن و با رضایت و صدق به سوی حقیقت برن. اینها هستن که ممکنه این موارد رو به دست بیارن. به هر حال مطلب تمام شد. ابن سینا در این اسرار الآیات یک چشمه دیگری رو از امکان اطلاع از برخی امور و انجام برخی امور که در نوع مردم به عنوان خارق عادت محسوب میشه برای ما استدلال فلسفی یا تبیین عقلی کرد. امیدوارم که مسئله مفید بوده باشه. و سلام علیکم.